مرجعیت شیعه آیت الله العظما صادق حسین شیرازی مدظله طی سخنانی فرمودند روزگار ما درگیر فساد گسترده و ظلم شده است به گزارش شیعه ویوز عوز معظم الله که در میان شیعیان از کشور کویت سخن میگفتند با اشاره به روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمودند تلخی دنیا شیرینی آخرت و شیرینی دنیا تلخی آخرت است تاکید کردند تلخی های دنیا انسان را آزار می دهد و کسی را نمی یافت که با یک و یا چند ترخامی گرفتار و دست به گریبان نباشد اما آن حضرت روشن کردند که انسان به اندازه ترخامی در دنیا در آخرت شیرین کام خواهد بود مرجعیت شیه با اشاره به گذرا بودن مشکلات دنیا و نیز ماندگار بودن شیرینه های آخرت تاکید فرمودند هنگامی که انسان با مشکلات مواجه می شود باید به خود تلقین کند که خدای متعال در قبال سختی ها به او پاداش بزرگی خواهد داد تا آنجا که کسانی که در دنیا متحمل دشواری ها نشدند به پاداش آنهایی که دشواری ها را تحمل کردند قبطه می خورند معظم الله تحکیل کردند البته مشکلات و سختی های این دنیا زمانی در آخرت پاداش بزرگتری خواهد داشت که در راه و مسیر اهل بیت علیهم السلام باشد نه مشکلات فردی و شخصی آیت الله لزماشی رازی مدد با اشاره به فراز دوم سخن امیر مامنان علی علیه السلام فرمودند این بخش از روایت برعکس بخش قبلی است به این شکل که اگر فردی زندگی خود را در آرامش و آسایش گذرانده باشد و در روز قیامت پاداش و مقام کسانی را ببیند که در زندگی دنیا راحتی و آسایش نداشتند آرزو می کند که ای کاش در دنیا آرامش و آسایش و راحتی نمی داشته است معظم الله تصریح کردند این دو جمله ارزشمند و گوهربار امیر و علی علیه السلام کافی است که انسان را به سبب وجود سختی ها از انجام کارهای حرام و خارج شدن از مسیر درست باز دارد و از ضعیف شدن اعتقادات و روی گردانی از بندگی و عبادت جلوگیری نماید آیت الله العظما صادق حسین شیرازی مدظ الله در ادامه تاکید فرمودند امام حسین علیه السلام در نصف روز مصیبت های سنگینی دیدند و چنانکه در روایت شریف آمده هرچه مصیبت و بلاهای آن حضرت فزونی می گرفت چهره مبارکشان نورانی تر و درخشان تر می شود. زیرا آن حضرت می خدا در عوض صبر و تحمل بر مشکلات و بلایای روز آشورا بر درجات آن حضرت می افزاید. مرجعیت در پایان رهنمودهای ارزشمند خود فرمودند شما را به توجه به جوانان سفارش می کنم شما باید آنها را جذب نموده و در مسیر واقعی اهل بیت علیهم السلام حفظ کنید این موضوع در روزگار ما کاملا ضرورت دارد روزگاری که ساماندهی گسترده‌ای برای فاسد کردن اخلاق و عقیده از سوی قرب و شرق و داخل و خارج کشور صورت می گیرد که باید ظلم به خانواده و ظلم اجتماعی را بران افزود انتظار نداشته باشید که جوانان به ارشاد و راهنمایی های شما تن بدهند ولی شما وظیفه دارید آنان را نصیحت نموده و راه صحیح را به آنان نشان دهید